با درود گرم، داریوش باقری هستم در برنامه بیگ بنگ، برنامه ای که تقریبا فکر کنم نزدیک به 3 ماه شد که در خدمتتون هستیم با حضور جناب آقای پروفسور ابراهیم ویکتوری که در رابطه با جهان هستی و همه مسائل و مشکلات و عقاید و اعتقاداتی که راجع به این جریان هست از لحاظ علمی ما در این چند وقت صحبت کردیم، رسیدیم به جایی که یک فصلی از کتاب پدیده‌های فضایی که راجع به آدم فضایی ها هستش، خب پدیده یوفوها و آدم های فضایی که از کرات دیگر به زمین آمدن طبق نظریه بعضی ها که سخت و سفت هم محکم وایستدن که میگن این اتفاق افتاده و دلایلی هم براش میارن. در کتاب پدیده‌های فضایی بخش سومش به این موضوع پرداخته شده و جناب ویکتوری راجع به این ماجراهای آدم‌های فضایی توضیحات کاملی در این کتاب داده شده، دلایلی که کسانی میارن و میخوان ثابت کنن که این آدم فضایی‌ها وجود دارن به کره زمین آمدن و اماکنی مثل اهرام مصر و نمیدونم بناهای دیگر رو کمک کردن به ساختنش، آدمهایی رو دزدیدن بردن، بعضیاشون اینجا موندن، بعضیاشون رو گرفتن و در محفظه هایی نگهداری میکنن. سازمان ناسا و دولت آمریکا این مسائل رو پنهان نگه میداره. همه اینا شایعاتی که مردم دربارش صحبت میکنن در این کتاب صحبت شده و دلایلی که همه اینها غلط و اشتباه و یک بخشش هم شارلاتانیزم هستش رو جناب ویکتوری آوردن. در برنامه قبل ما وقتی شروع کردیم از اول بحث رفتیم سراغ شپرلی که اولین کسی بودش که با تلسکوپ ساخت خودش مریخ رو نگاه کرد و یک نقشه ای از مریخ خودش ترسیم کرد که یک کانال هایی رو نشون میداد که میگفت در این کانال ها آب هست و خلاصه این ماجره ها. رسیدیم به اینجاها که دیگه برنامه اجازه نداد ادامه بحث رو بریم. امروز هم در خدمت جناب ویکتوری هستیم. سلام گرم دارم خدمت جناب آقای پروفسور ابراهیم ویکتوری عزیز. سلام آقای باقری، حال شما چطوره؟ خیلی ممنون، شما رو میبینیم خیلی خوشحال میشیم. مرسی، خوش آمدید دوباره به همچنین همکارای ما در استودیو. قربون شما عزیز دل. از همه بینندگان ما در بله بیننده های ما تلویزیون در همه جای دنیا. بله حتما هم همینطوره، چه ما هر کاری میکنیم فقط به امید اینکه بیننده هایی که ما رو میبینن از این برنامه استفاده ای بکنن. خب جناب ویکتوری، بحث شپرلی رو کردیم و حالا بریم سراغ مباحث بعدی، ما در خدمتتونیم. اوکی، شپرلی همونجوری که هفته پیش خدمتتون عرض کردم، همه این سوژه اینی که آیا در دنیا بیرون از سیاره زمین که خودش فقط یکی از 10-12 تا سیاره هست که به دور خورشید که فقط یکی از ستاره هایی هست که در آسمان هست ما داریم میبینیم، گفتن که آیا در جاهای دیگه هم بشری وجود داره مثل ما که در اینجا در سطح زمین هستیم یا نه. اوکی، در صورت این بخش سوم کتاب پدیده های فضایی درباره این هست که آیا UFO وجود داره یا نه. فوراً سوال میاد که آقا UFO چی هست؟ اصلا یعنی چه UFO؟ UFO یعنی Unidentified Flying Object. این سه تا لغتی هست که از Unidentified Flying Object که میگن میشه UFO. چرا این موضوع پیش اومد؟ برای خاطر اینی که میدونید که از زمان گالیلئو تقریباً 300 سال پیش اینه، اون موقعی بود که این کسایی که همه اینا ستاره شناس بودن، به ستاره شناس بودن، یعنی آسمان رو نگاه میکردن شبا
و البته اون موقع هیچ کسی که نه چیزی سرش میشد نمی دونست جای وجود داره یا جایی وجود نداره یا این اون، و همه هر کاری که میکردن فقط و فقط از روی دیداری بود که خودشون برای خودشون درست کرده بودن. هیچ کسی نمی دونست که سیاره های دیگه وجود دارن، یا اینایی که بعدن بعد از این دیگه معلوم شد که سیاره های دیگه وجود دارن، و اینایی که نقطه های روشنی که مشابه در آسمان می بینیم اینها همشون ستاره نیستن، بلکه مقدار زیاد چند تا از اونها که جاهاشون در زمین با همدیگه خیلی نزدیک همدیگه هستن و با همدیگه حرکت میکنن، اینها اصلا ستاره نیستن، اینها سیاره هستن مثل زمین که یک سیاره ایه. این سیاره ها فقط و فقط به دور یک خورشیدی میگردن که اونم خورشید هست، که خورشیدی هست که ما در آسمان میبینیم فقط، و همه ما هم گفتن معلوم شد و ثابت کردن که ما سیارهایی هستیم که به دور این یک خورشیدی که در آسمان میبینیم و روزها ما اونو میبینیم به صورت خورشید هست، ولی شبها در جاهای دیگه اگر اونو بخواد نگاه کنن اینو اونم به صورت یک ستاره میبینن. یا برعکس اگه بهتون بگم، خیلی ستاره هایی که ما شبها داریم در آسمان میبینیم اونا اجرامی هستن مثل خورشید که از خودشون نور زیاد نور زیادی به تشعشعات میدن از خودشون، و کم کم معلوم شد که اینها از چی درست شدن و چجوری درست میشن. و بالاخره گالیلئو اولین ستاره شناسی بود در سطح زمین که اینا خودشون شروع کردن به اینی که دستگاه درست بکنن که با این دستگاه ها میدونستن به این نقطه های لایت مختلفی که در دنیا هست نگاه کنن و ببینن چی هست. و بعدن معلوم شد که اینها همشون خورشید نیستن، هفت هشت تا اینایی که نزدیک هم دیگه هستن و همیشه در آسمان روی یک نظمی در حال حرکت هستن، اینها خودشون مثل زمین یک دنیایی هستن و اینها به دور خورشید دارن میرن. همینی که حرکت این شش هفت تا نقاطی که در آسمان بود و ما داشتیم میدیدیم اینها رو، این ستاره شناس ها که اسمشون دیگه شده بود ستاره شناس، یعنی کسایی بودن که خودشون در منزل خودشون تلسکوپ هایی درست میکردن و میدونستن شبها به بعضی از این نقطه ها نگاه بکنن و ببینن از چی درست شدن، چی هستن. و به اینا دیگه کم کم علم ستاره شناسی به وجود آمد و بعد از اون دیگه یک اشخاصی به وجود آمدن مثل نیوتن و کسای دیگه که اینها خودشون شروع کردن به فیزیسیست، در علم فیزیک شروع کردن به صحبت کردن، و نیوتن اول کسی بود که اطلاعاتی رو ارائه داد که، یعنی وقتی میگم اطلاعات یعنی اطلاعات فیزیکی و دلایل علمی وجود داد که چجوری اینا با هم دارن حرکت میکنن، و شروع کردن به اینی که ربط بدن به این که اینها بستگی به یک ستاره ای دارن که در عرض روز ما این رو به صورت خورشید میبینیم در آسمان ما. و بعد از اینی که معلوم شد که خورشید هم خودش یک ستاره ای هست مثل اون بیلیون ها و بیلیون ستاره هایی که شبها در آسمان می دیدیم، و میونه اینا فقط 6 تا یا 7 تاش هستن که به حساب اونا سیاره هستن، و اینا به دور خورشید، 7 تا از اینا به دور خورشید می گردن. و کم کم علم فیزیک جلو اومد تا اینی که نیوتن اولین فیزیسیستی بود
که شروع کرد به ارائه دادن قوانین فیزیکی که اینها چطوری با هم دیگه ارتباط دارن. موقعی که ما فهمیدیم، یعنی ما یعنی بشری که در زمین داشتیم زندگی میکردیم، میبینیم ما اشخاصی پیدا شدن که از اول مثل گالیلئو شروع شد، اومدن اشخاص مختلفی بودن که اینها هر کدومشون اطلاعاتی ارائه دادن و علم فیزیک رو به وجود آوردن و علم فیزیک یک کم کم شروع کرد به اینی که خودش رو نشون بده، مردم یاد بگیرن این رو و بدونن که علم فیزیک چجوری معلوم میکنه که این اشیایی که زمین هم یکی از اونها هست و تفاوت داره با نقاط ستارگان دیگه. نقاط ستارگان دیگه اونها مثل سطح زمین نیستن که از خاک و سنگ و درخت و حیوانات و چیزهای مختلف در سطح اون زندگی کنن و اون شیئی که اینها در سطح اون دارن زندگی میکنن اسمشو گذاشتن سیاره. چرا؟ چون که اونا هر کدوم اینها به دور این شیء دیگه‌ای که ما بهش میگفتیم ستاره و فیزیسیست‌ها معلوم کرده بودن که این ستاره ها در حقیقت همشون فقط و فقط از گازی هستن، گاز هیدروژن هستن و کم کم علم اتمی به وجود اومد و معلوم شد که چجوری این هیدروژن و هیدروژن هم که اولین چیزی بود که شناختن و دیگه بمب، دیگه اتم، بمب نه بمب که هیچی، دیگه اتم به وجود اومد، آیدیای اتم و اتمیک فیزیک و مردم فهمیدن که اتمیک فیزیک چی چی هست و اون جدا شد با فیزیک معمولی که حرکت و رواش حرکت و اون چیزای اونایی که ما بهش میگفتیم سیاره که از جمله اونا عطارد و نمیدونم بعدن وینوس و بعدن زمین و بعدن مریخ و بعدش مشتری و اینا و اینا هم همینجوری که من دارم به تو میگم کم 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 معلوم شد و ستارگان و ستاره شناسا نشون دادن که اینا هر کدومشون سیاره هستن و تفاوتشون رو با ستاره ما شناختیم. صدها سال طول کشید تا ما همه اینا رو تونستیم بگیم و اینا درست شدن و علم فیزیک به وجود اومد. علم فیزیک هم یه دفعه شد اتمیک فیزیک و اتمیک فیزیک هم ستاره رو نشون ما داد و ما فهمیدیم که چقدر یک ستاره اصلا با زمین فرق داره. بعدن معلوم شد که ببینیم ای بابا ببینیم کدوم اینا ستاره هستن، کدوم اینا سیاره هستن. سیاره یه چیزیست که مثل زمین خاک داره، از درخت داره، آب داره، این اون و اینا به دور یک خورشیدی دارن میتونن حرکت کنن برای خاطر اینی که خورشید وزنش خیلی بیشتره، خیلی بزرگتره و خیلی نیرو داره و این نیروی جاذبه هست. موقعی بود که نیوتن برای اولین بار نیروی جاذبه رو ارائه داد در علم فیزیک که گفت اون چیزی که جرم داره، جرم رو از چی آوردن؟ جرم رو بعدن ارائه دادن بعد از اینی که بمب چیز اتمی رو نشون دادن و گفتن که اون جرم هست و معلوم شد که جرم چه کار میکنه و اولین اتم رو که آوردن نشون دادن گفتن که ای بابا جرم هایی هستن که فقط و فقط از یکی از قسمت اتم درست شده و اونا هستن که با هم دیگه ریاکشن اتمی دارن و اون هست که ستاره رو فقط به وجود بیاره. یعنی وقتی که این آخر ستاره، اول و آخر ستاره است و هیچ کاری به کار سیاره نداره. سیاره یک دنیایی است که خیلی کوچکتر از اون و اون از خاک شروع شده و این سیاره ها به دور ستاره ها میگردن و معلوم شد که چه سیاره هایی به دور یک ستاره ما که خورشید بود به وجود آمد. اون موقعی بود که از زمان نیوتن فقط واقعا بگن که از موقع نیوتن شد که علم
فیزیک ستاره شناسی و سیاره شناسی به وجود آمد. خب یعنی که جناب ویکتور، یعنی که با شناخت سیاره و ستاره و اینکه سیاره میتونه محیطی باشه برای داشتن حیات، از اینجا بودش که انسان تصور این براش پیش اومد که خب پس آدم های دیگه یا موجودات دیگه در سیارات دیگه هستن که میشه به که مورد بحث امروز ما. البته به مجردی که اینا به تفاوت سیاره و ستاره رو متوجه شدن که چقدر تفاوت با هم دیگه دارن و به مجردی که فیزیسیست ها معلوم کردن و معلوم شد که سیاره و یک ستاره چقدر فرق داره، همه فکر کردن گفتن خب ستاره شناسایی که علم فیزیک به ما گفت که در ستاره نمیتونه که حیاتی وجود داشته باشه مثل ما، برای اینکه اونجا همش این هیدروژن ها دارن با هم دیگه ریاکشن اتمی میکنن و اینه که در اونجا نمیتونه چیزی وجود داشته باشه، اونا همش چه درجه حرارت خیلی بزرگی هست و اصلا چه یک انیمال دیگه ای هست راستی راستی. و بدونید که یه دونه ستاره هیچ نزدیکی به یه دونه سیاره نداره، علاوه بر اینکه اینا چی هستن، دو تا چیز خیلی مختلف هستن. و موقعی بود که ستاره شناس ها به وجود آمد، علم ستاره شناسی به وجود آمد و همین جوری که میبینید از زمان نیوتن به بعد بود که این شروع کرد به گسترش پیدا کردن و ما شروع کردیم اینایی که سیاره بودن و به دور خورشید فقط میرفتن، که از همون جوری که براتون گفتم از عطارد شروع شد و اومد به وینوس و به زمین و به مریخ و به مشتری و به اون یکی دیگه بعد از مشتری چیه؟ بگو ببینم، من اینا اسماش یادم میره. سیاره که بعد از مشتری هست اونه که چیز داره، رینگ داره. آره. ونوس. نه معذرت میخوام، ساترن. ساترن. چی؟ ساترن. آره آره اونه. خلاصه اون و بعد از اونم بازم پیدا کردن که از اون دورتر هم هست، از اون دورتر هم هست، تا اینی که به یه جایی رسیدن که بعد از دوره نهم یه جایی بود که دیدن ای بابا یک رینگی به وجود داره، یک رینگی به وجود داره که شامل بی اندازه شماره از سنگ هست. اینا فقط و فقط سنگ های مختلفی هستن و البته به اندازه یک کوه هستن هر کدوم اینا و اینا دارن به طور خورشید در اونجا همشون دارن حرکت میکنن و کم کم اینا فهمیدن که ای بابا این سنگ ها بود که این سیاره هایی که میدونستیم دیگه وجود دارن مثل عطارد و وینوس و زمین و مریخ و اینا همشون اینا هم خودشون از این سنگ های مختلف به دور همدیگه جمع میشدن، به همدیگه میچسبیدن و اینا یک سیاره به وجود آوردن و این سیاره ها بعدن یه طوری شد که به عقلشون رسید که اینا ای در اونجا آب خیلی نقش مهمی رو داره بازی میکنه و معلوم شد که آب چه کاری میکنه به اینی که از درخت و گیاه و اینا به وجود بیان و اجرام مختلف به وجود آمدن و در این 2300 سال آخر اون موقعی بود که بشر برای اولین بار شروع کردن به خودشون گفتن که خب آقا اگه تو این آسمون ما وقتی یه چیز تازه ای که داریم پیدا میشیم، یعنی پیدا نمیشدن، بعضی از اینا میمدن و حرکت میکردن و میرفتن، خیلی از اینا که میمدن ما میدیدیم که اینا میان از به سطح زمین میان و میرن و بیشتر از دو هفته سه هفته در آسمان نمیبینیمشون و اینا بهش میگن ستاره های دنباله دار. چرا اینا وقتی میمدن و در آسمان که اینا پیداشون میشد و حرکت میکردن، اینا یه دوم داشتن خیلی طول و دراز. بعدن معلوم شد که ای بابا این خودش اصلا یه چیز دیگه یه، این خودش یه سنگ، یک جرمی هست که از چیز درست شده، از یخ درست شده، فقط و فقط یخه،
یخ هم چیه؟ یخ هم آبه. یعنی چه؟ یعنی اینجا چیه؟ چیزی هست که فقط و فقط آبه. دور نگاه کرده، تازه بشر فهمید که این آبا از کجا اومده، آبایی که در سطح زمین هست. و موقعی بود که یه بشر شروع کرد به اینی که خب حالا که اون موقع هم بود که البته دیگه در سطح زمین ما قاره های مختلف رو دیده بودیم، قاره های به اندازه کافی بشر در سطح زمین وجود آمده بود که اینا در قسمت های مختلف از یه دونه سیاره که زمین بود و تقریبا سرای سیاره که ما میشناختیم زمین بود که توش زندگی میکردیم، شروع کرده بودیم اتنشن بدیم به اینی که اینجایی که ما داریم توش زندگی میکنیم از چی درست شده و تئوری بدیم که ببینیم این سیاره چجوری به وجود آمده. و کم کم 200 سال 300 سال طول کشید که ما بفهمیم که درخت چی بوده، درخت از کجا اومده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم یک سری برنامه هایی دارن در تلویزیون های آمریکا دارن نشون میدن که یک برنامه مخصوصی داره به اسم نووا، بهش میگن نووا. شما این نووا رو ببینید وقتی که برنامه هاشو نشون میدن. اینی که در آمریکا من تقریبا هر شب قسمت های مختلفشو میبینم، هر کدوم برنامه نووا نشون میده که چجوری سیاره، چجوری در زمین بشر. بشر یعنی چه؟ یعنی یه حیوانی که در سطح زمین داره زندگی میکنه، میدونه آب چیه، میدونه درخت چیه، تفاوت درخت و سنگ رو میدونه و تقریبا فهمیده که آقا نه فقط 100 سال پیش، نه فقط 1000 سال پیش، میلیون ها سال پیش، بعده بیلیون ها سال پیش ما هم زمین وجود داشتیم. و تازه فهمیدن که مثلا بشر زمین، سیاره زمین چندین میلیون سال و بعدن تا 5 میلیارد سال این زنده بوده، این وجود داشته. اوکی؟ خب جناب ویکتوری، الان با این با خیلی دور نشیم از مبحثی که داشتیم، بحث یوفوها و آدمای فضایی. همین یوفو رو همین الان آره. رسیدم به یوفو. اوکی؟ خب. و چجوری بشر شروع کرد به گفتن؟ به مجردی که بشر دید که ای بابا فهمید درخت چیه، درخت چجوری، وقتی که پیدا کرد فهمید، و این چندین سال طول کشید که همه حیواناتی که در سطح زمین با آدم داشتن زندگی میکردن، اوکی؟ به همه درخت و گیاه و اینا، همه ماها از یک چیزی درست شدیم، از یک اتم درست شدیم، گوش میدین؟ و این اتم ها بسته به اینی که چند تا قسمت های مختلف که شامل چیزهای الکترون و اینا هستن، اینا چه جور فلزهای مختلفی، همه اینا هم از چی درست شده؟ از سای مختلف اتمی درست شده. منتها یکیش دو تا الکترون داشته، نمیدونم یکی دیگه چی داشته، اون میشه یه فلز دیگه مثل آهن. و اینا شروع کردن به گفتن این که ای بابا میدونی که چی آیا در جاهای دیگه که آیا اون هم مثل ما آب دارن، آب در اونجا وجود داره یا نه. آبو میگفتن در اولین چیزی بود که دربارش بشر فکر کرد آب بود. چرا؟ برای خاطر اینی که در سطح زمین ارزش آبو فهمیده بود. صدها سال بود که اینها میدونستن که آب چه نقش بزرگی در زندگی بشر در سطح زمین داره. اوکی؟ اینجا یه چیزی گفتن در زندگی بشر، یعنی از حیوانات تفاوت حیوان و بشر معلوم شد، در سطح زمین اثر داره. ای بابا این چیه؟ یعنی چه؟ چجوری؟ آره دارن زندگی میکنن. و بالاخره بشر فهمید که نه بابا، یک ارگانیزیشنی هست که اصلا همه اینا با همدیگه دارن زندگی میکنن. و کم کم معلوم شد که اینا زندگیشون چجوری هست و معلوم کردن که
این ستاره های دنباله داری که دارن میبینن شبها در آسمون و اینا، اون این ستاره های دنباله دار فقط و فقط از یخ درست شدن. خوش بیدید اینا یخ هستن. یعنی چه؟ یعنی آب هستن. بعد بود که تا اون موقع بود که بشر فهمید که این آبهایی که در سطح زمین هست، و چقدر آب در سطح زمینه؟ به قدری آب در سطح زمینی که 5 تا اقیانوس مختلف در سطح زمین هست. چرا 5 تا اقیانوس مختلف هست؟ برای خاطر اینی که 5 تا قاره مختلف هست. این قاره ها از کجا اومدن؟ اینا 300 سال 400 سال طول کشید تا اینی که این فیزیسیستا، الان فیزیسیست داره این کارا رو میکنه. شما مجبور نیستی که ستاره شناس باشید. ستاره شناس اونه که اون چیزایی که فیزیسیستا در سطح زمین میدونن اتوده کنن و ببینن، و این چیزایی که میبینن چیه؟ حیوانات مختلف هستن. خب بعد از مدت اینا رو که میبینن حیوانات مختلف چی هستن؟ بعضی هاشون زیر آب زندگی میکنن، بعضی هاشون روی آب زندگی میکنن، بعضی هاشون تو هوا زندگی میکنن، میدونن بپرن و اینا. تا بعدن شد که لایف های مختلف اومدن. همینجوری که یکیشو اینا هی واندرد و اثر روش میذاشتن، اینا به فکرشون میرسید که اینا از کجا اومده، و مهمتر از همه ریلیشنشون نسبت به همدیگه چی بوده. و اون موقعی بود که دیگه در سطح فقط زمین، بعد که دارم میگم زمین یعنی این سیاره ای که ما داریم در اون زندگی میکنیم، و ما که داریم در اینجا زندگی میکنیم، ما شروع کردیم به اینی که ببینیم حیوانات دیگه ای هم که در سطح زمین دارن زندگی میکنن چقدر کیا هستیم. معلوم شد که کیا هستیم. صدها و هزارها انواع مختلف حیوان هستیم. چه حیوانایی هستیم؟ بعضی همون زیر آب هستیم، بعضی همون توی هوا هستیم، و حیوان و بشر به وجود آمد. و معلوم شد که میون همه اینها یک حیوان هست که عقل داره، شعور داره، میدونه فکر کنه، میدونه این علمهای مختلف رو به وجود بیاره. و معلوم شد که یک بشری هست میون همه حیواناتی که در سطح زمین هستند، که ما از همه بیشتر عقل داریم و شعور داریم و این اون، و علم فیزیک رو میتونیم به وجود بیاریم و این اون. اون موقعی بود که بعد از اینکه همه اینها معلوم شد، آقای باقری، که تازه 400 سال 500 سال پیش فقط شد که مردها، وقتی مردم میگم یعنی بشر که در سطح زمین است، شروع کرد به فکر بکنه که آیا بشری که در سطح زمین هست، در این سیاره هایی که ما داریم در آسمان میبینیم، دیگه تفاوت سیاره و خورشید هم میدونستن، آیا در اونجا هم از این بشر وجود داره؟ و بعد از این بوده دیگه گفته که آیا بعد از این بشرها که وجود داره، آیا حیواناتی هم که در سطح زمین هستن در جاهای دیگه وجود دارن؟ تا امروز که ما اینجا نشستیم، تا این صدها سالهایی که گذشته و این اون، ما هنوز یک حیوان در هیچ شیئی، وقتی میگم شیئی یعنی در هیچ سیارهی که به دور خورشید داره میگرده، ما یه حیوانشو ندیدیم. نمیدونیم آیا در اونجا حیوان وجود داره یا نه. تازه داریم میفهمیم که تو کدومشون فقط آب وجود داره. و الان دارن میگن که خب اگه آب وجود داره، پس حتما در اون دلیلی نداره که در زمین وقتی که آب به وجود اومده، قاره ها و اینا در زمین چندین بیلیون سال پیش، حالا صحبت از بیلیون داره میشه، که اقیانوس ها و دریاها و اینا در سطح زمین به وجود اومدن، شاید در این سیارات دیگه ای که به دور خورشید ما دارن میکردن. ما هنوز داریم فقط صحبت از خورشید خودمون میکنیم. هنوز ما نمیدونیم، سیاره ای ندیدیم که به دور اون سیاره ما بدونیم یک چیزی رو ببینیم، یک حیوانی رو ببینیم، یک حیاتی ببینیم که داره کار میکنه. ما هنوز در روز اول، ساعت اول، ثانیه اول هستیم.
به اینی که بفهمیم که دوزاریمون بیفته که در دنیا چی هست و چی نیست. 50 ساله آقای داریوش باقری در طول عمر من و شما بوده، اوکی؟ در سال 1956-57 بود که بشر برای اولین بار تونست از سطح زمین بلند شه بیاد بالا، فقط از جو زمین بیاد بیرون، فقط از جو زمین بیاد بیرون. حالا ما داریم صحبت از این میکنیم که آیا در سیاره‌های دیگه، در عطارد و نمیدونم فلان و اینا و جاهای دیگه، در اونجا آیا آدم هم وجود داره یا نه. تازه داریم اتوده میکنیم ببینیم چی لازم داره که در اونجا آدم باشه. تازه داریم میگیم که ها در فلان ماهی که به دور یکی از ماهایی که به دور مشتری داره میگرده فقط همش آبه. تازه داریم میگیم او اگه اونجا آیا تو شما میدونی اینی که میدونی به من بگی ببینم اونجا زیر اون آبه حیوان وجود داره یا نه، مثل اونجایی که زمین وقت قاره‌هاش اقیانوس‌هاش به وجود آمد زیرش حیوان داشت و این اون. هنوز نمیدونیم بگیم که هست، فقط میدونیم تئوری بذاریم، فیزیک حرف بزنیم، بگیم که نمیتونه نباشه، و میتونیم تئوریایی در بیاریم که بگیم شانس اینی که در یکی از این سیاره هایی که بیرون دور به دور خورشید داره میگرده، یا مهمتر از اون در سیاره هایی که به دور ستاره های دیگری در آسمان به غیر از خورشید وجود داره. چرا؟ چون ما فقط 40-50 ساله که اینا رو داریم عکساشون رو میگیریم و میبینیم که وجود دارن، با عکساشو میدونیم وجود دارن، ولی عکساشو وجود دارن ولی ما نرفتیم اونجا و نگاه نکردیم که ببینیم آیا موجود زندهی وجود هست یا نه. و یک مهم که دیگه همتون بگم، فقط یکی دو ساله که ما میدونیم که یه دونه خودرو بردیم روی یکی از این سنگ‌های خیلی بزرگی که من بهتون گفتم یک جایی هست میون مریخ و میون مشتری، که میون این دوتا یه جایی هست که به مقدار زیادی سنگ‌های مختلف اندازه‌های مختلف به اندازه یک کوه تا به اندازه یه سنگی که به اندازه یه خونه ما میمونه، اینا میلیون‌ها از اینا دارن به دور خورشید، اون خورشید ما، به دور خورشید ما دارن میگردن، ولی در اونجا دارن میگردن، ما هنوز ندیدیم اونا رو، دست بهشون نزدیم. یک کدومشون فازه 2 ساله که ما یک خودرو فرستادیم روی یکی از سنگ‌ها پایین اومده، یه تیکه ای از اینها رو از اونجا بلند کرده اوورده در سطح زمین، هنوزم که هنوزه دارن روش کار میکنن که ببینن از چی درست شده، ببینن که این مثل سنگ‌هاییه که ما خودمون اینجا داریم، و برابری تازه دارن سوال میکنن که خب اگر این مثل سنگ‌هاییه که ما در اینجا وجود داریم، چرا در اونجا بشری به وجود اومده، چرا در زمین اینا بشر آورده. من اینو دارم اینا رو میگم برای خاطر که شما بدونید، من و شما که الان اینجا نشستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، گوش میدید آقای بله بله، ما تازه حالا 40 ساله داریم اینا رو اتوده میکنیم، گوش میدید. من یه جوجه ساینتیست بودم، هیچ کدوم اینا رو ما نمیدونستیم، حالا تازه داریم دوزاریمون میفته که اینا چی هست، و هنوزم نمیدونیم بگیم که من نمیدونم میگم که 100% وجود داره. چرا؟ چون ما برای خودمون اینقدر چیزو بالا گذاشتیم که بگیم تا ما نبینیم نمیگیم که هست، اوکی؟ تا نبینیم نمیگیم که هست. این ما رو به کجا آورده میاره؟ چی یادتون میاد که ما میگیم تا نمیبینیمش ولی نمیدونیم که وجود داره؟ خدا. خدا رو داریم. خدا رو داریم. درسته یا نه؟ بله. ببینید چقدر و این 40-50 ساله که ما این سوال رو داریم میکنیم. کسایی مثل من بلند شدن میگن آقا جون میدونید که چی شما میخواید دین داشته باشید، میخواید بگید خدا وجود داره، فاین، کانسپت خدا رو ما داریم هنوز داریم روش صحبت میکنیم، ولی من دارم به شما میگم ما دو تا تئوری داریم، یک
تئوری داریم که میگن دین، دین یک تئوری بیشتر نیست و دین میگه که خدا وجود داره. اوکی؟ اومده باور کرده میگه خدا وجود داره، ولی یه نفر ساینتیست مثل من میگه ها نشون من بده، من که ندیدم هیچی، من حتی خیلی سوالایی هم دارم که اگر وجود داره، حالا خودشو نه نمیخواد خودشو نشون بده، نده اثرشو نشون بده، یه علامتی به من بده که بگه من خدا هستم، نه اینی که یکی از شما حضرت ابراهیم یا حضرت محمد یا حضرت عیسی اینا بیان از خودشون میگن که آره خدا وجود داره، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، اون کارو میکنه. این کارا رو که باید بگن، آقای ابراهیم ویکتوری یه کتاب بیرون میده اسمشو میذاره خدا، دین، علم، و این همه سوالهایی رو که به فکر یک ساینتیست میرسه که بگه آقا جون این خداه نیست. چرا؟ برای خاطری که من یک استانداردی برای علم خودم درست کردم که میگه تا خودشو نبینم، تا نیاد به من دست نده، من نمیگم که وجود داره. و اینا چیزشون اینه که خدا نیست، خدا هست. دینی ها میگن بعد خدا ببین چه کارهایی میگن یارو کرده، من دارم میگم این باید بیاد بیشتر با من حرف بزنه تو من بگم وجود داره یا نه. ولی همین من چی میگم، تو همین یک کتاب نوشتم خدا، دین، علم، اوکی، توش دارم میگم نه، این خدایی که دین داره به من میگه وجود نداره. گوش میدی که 90 سال پیش که بابا بزرگ من یهودی از اون کتکلوفتا بود، کتکلوف یعنی اون دین یهود، خوب باور میکرد. پدر بزرگ من دین یهود گفت خدا همه چیزش بود، همه اینا از خدا مستق میترسیدن. از چند ساله؟ 2300 ساله. اوکی؟ چند ساله؟ 1000 ساله. اوکی؟ تو دین محمد قبل از اون کی بوده؟ جیزوس بوده. اینا هنوز که هنوزه من با یه نفر مثل من میاد دیگه، نه آقا جون این نیست، چون ما ندیدیمش. وقتی میگیم این نیست، یک اولویشن ساینتیفیک من دارم ارائه میدم. گوش میدید که آقا جون من تا نبینم اینو، تا دست بهش نزدم، این قشنگ نشونه من بده که یک کاری کرده که فقط اون خدا کرده، که شما بگید کرده، یکی شما من بگید که کرده، هر چی شما دارید به من بگید که اون کرده، که من علمی که میداد دارم داره به من میگه که نه، اینجوری که شما میگید نشده. شما میگید که خدا در عرض 7 روز اومد زمین رو گرفت و زمین رو به وجود آورد و در زمین هم گفت که بشر وجود داشته باشه، یکیش مرد باشه، یکیش زن باشه، این اون اینو. من میگم نه بابا، اینا همه شرند خودتون دارید در میارید. ولی اونی که دینی هست، اونی که چیز حضرت محمد هست، اونی که حضرت عیسی رو داره، اینا میگن ویکتوری رو بگیرید اعدامش کنید، چون این داره چند میگه، داره میگه خدا نیست. گوش میدید، ویکتوری میگه من میگم خدا نیست برای خاطری که اون استانداردی که، خوب گوش کن چی میگم آقای باقری، استانداردی که من به عنوان یه ساینتیست گذاشتم برای اینکه یک چیزی وجود داره، اینه که من ببینمش. درسته یا نه؟ خدا هم یه چیزیه، دارید میگید وجود داره، من دارم میگم من تا نبینمش نمیگم هست. ولی علم ساینس من اقد زیاد هست، اقد میدونه که این دونسته که چیزهای اتم رو حل کنه، دونسته بگه که خورشیده که او رو سال از من دوره، چی هست، کی درست شده، چی کاره هست. من دونستم بهتون بگم که چجوری 2 میلیارد سال پیش بشری که شما دارید به من میگید خدا 1400 سال پیش، چه میدونم 3-4-5 هزار سال پیش از ماست، خدا یه روز صبح گفت زنه بیاد، مرده هم بیاد، هم زن اومد هم مرد اومد. اوکی، من میگم نه، همچی چیزی به وجود نمیده. من دارم اینه میگم، شما دارید چی میگید. ببین چه تفاوت بزرگی میونه من. حالا من چی هستم؟ من یه ساینتیست هستم. ساینتیست یعنی چه؟ ساینتیست یعنی کسی که به
اطلاعاتی که لازم داره برای اینی که بگه یه چیزی حقیقت وجود داره یا نداره باید چی باشه. قانونیست که من خودم گذاشتم. اوکی؟ و بنابراین من دارم میگم نباید بگیم که خدا هست و این کارا رو کرده باید اون. چرا نباید؟ حالا منتها چیزی که هست من یک بهره خیلی بزرگی دستمه که بیام بهتون میگم نه، اینی که شما دارید میگی که خدا این حضرت محمد گفته و بعدا قبل از اون هم حضرت عیسی گفته بوده و قبل از حضرت عیسی هم حضرت موسی اینا رو گفته بوده که اینها چجوری دنیا اومدن در عرض یه هفته، خدا گفته 7 روز بود که این بگه باشه این بگه نباشه. نه آقا جون، اینجوری نیست، اینجوری دنیا نیومده. من دارم میگم که چی باید باشه که بگیم هست و بنابراین باید چه کار کنم قبل از اینکه بگم. یعنی به عنوان ساینتیست دارم میگم و وقتی که کتاب خدا دین علمو داریم بیرون میدم نمیتونه بگه که خدایی که تو داری بگی هست وجود نداره. چرا؟ چون من میگم بشر وجود داره، بشر در زمین به وجود آمده، بشر در زیر آب به وجود آمده، میرم 1 بیلیون سال پیش. من میدونم از جنازه مرده، یعنی از فسیل بشری که در اون موقع زندگی میکرد ببینم، داره نشون من میده که این بوده، ولی تو داری میگی که این نبوده. میدونید میفهمی چه من چی دارم میگم؟ میفهمم. بله، این که میگید یعنی این که بشر و آدم و حوا بهش نبودن بعد همجوری قلب بیفتن رو کره زمین؟ نه نبوده. اینه که یه ساینتیست مثل من یه کتاب میویسه میگه نه، من این شغل نگفتم که خدا اسم خدا رو عوض کن، اسمشو بذار پروردگار. اوکی؟ آفریدگار. عوض کن بذار پروردگار. آفریدگار. 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 ساری. پروردگار. پروردگار آفریدگار چی چیه؟ پروردگار یعنی پرورش میدهد. ولی آفریدگار یعنی خلق میکنه. یعنی بیشتر دور میگیره. آفریدگار. آره. تو اسم خدا رو بردار، بذار آفریدگار، من میگم تو راست میگی. اوکی؟ شما ما رو گیج میکنی آی ویکتوری. اگه آفریدگار، آفریدگار یعنی یک چیزی، یک موجودی، یک چیزی هستش که یه چیز رو آفریده دیگه. پس اون خداست دیگه. اون آفریدگاره. میگه آقا اسمش نگو خدا، اسمش بگو آفریدگار. چه فرق میکنه آفریدگار شما؟ وقتی بگی خدا، من در ساینس خودم، در این چیز محوطه خودم میگم تو یه چیزی رو نبینی نمیدونی بگی وجود داره. خب مگه آفریدگار رو شما دیدی؟ نه، ولی آفریدگار رو من مثل خدا تشریح نمی کنم. آفریدگار رو من دارم میگم. آفریدگار چیه به ما بگید؟ نه میگم آفریدگار اون چیزی هست. اول چیزی که نمیگم اینه که کسی هست. گوش میدی؟ کسی نیست. بعد اینو باید یاد بگیری. من وقتی درباره آفریدگار صحبت میکنم اولین حرفی که میذارم نمیگم کسی هست. آها. میگم اون چیزی هست. گوش کردی؟ خب. که باعث شده اون شرایطی پیش بیاد که بشر به وجود بیاد. یعنی از بیگ بنگ شروع کرده اومده به جلو. از بیگ بنگ اینو بخوام اینو چیه؟ از بیگ بنگ هم شروع کردم واسه تعریف کنم. بگم بیگ بنگ چجوری چی بوده؟ چجوری شده؟ چجوری کائنات رو شروع کرده؟ یعنی آفریدگار بیگ بنگ رو درست کرده؟ بیگ بنگ یا خود بیگ بنگ اصلا آفریدگاره؟ آفریدگار میدونه که اونو قوانینش رو بذاره و بگه همچین چیزی میدونه بشه. چرا میدونه بشه؟ برای خاطر که من هر روز میبینم که داره میشه تو آسمون. گوش میدی؟ بله. کتاب خدا دین علم و وقتی که بخونی اینجور چیزا رو میبینی تفاوتشو. ببینید در حقیقت بذارین ما با خداتون داریم. ولی اگه من بیام یک کلمه فقط بگم اصلا میدونی کشی مثلا حضرت محمد از کو بالا نرفته، فورا بگی شما بگید که بزنید با کجا ادامش کنید اینو.
گوش کردی؟ من بذارین به زبون ساده تر بگم، شما میفرمایید که آفریدگاری وجود داره که این فعل و انفعالات پیش اومده از بیگ بنگ تا کنون، ولی خدایی نیست که یه آدمی یا یک موجودی اون بالا نشسته باشه اینایی که آفریده رو حساب کتاب ازشون بکشه، یادداشت کنه، ملکه بذاره، ملائکه بذاره، بگه آقا شما این خطا رو کردی، اون رو یه بعدم یه جهنم درست کنه، یه بهشت درست کنه، یه دیر رو ببره اون تو، یه دیر رو ببره این تو، اینا نیست. نه و نه اینا کریسی چی؟ نه اینی که یه خدایی باشه که من الان وقتی که زنم یه سرطانی میگیره داره میمیره، کتابو بردارم وا کنم بگم با خدا دعا بکنم، بگم خدا تو رو خدا I'm gonna pray to you all I can که اینو شفا بده. مش میدی؟ That's ridiculous to me. ولی دین هنوز از اونجا پاشو از اون چیزی که کسی هم که اینا رو این حرفا رو شروع کرد، حضرت ابراهیم، اوکی؟ رئیس یهودا، اوکی؟ حضرت ابراهیم بود. اینه که میدونی تفاوتشو ببینی؟ تفاوتش چیه؟ It's a matter of definition. بله. The matter of definition. بنابراین دو تا کتابی که ما داریم اینجا پریزنت میکنیم به مردم، داریم میگیم شما اگه این دو تا کتابو بخرید خیلی چیزا یاد میگیرید. یکیش کتاب پدیده‌های فضایی است. حالا کتاب پدیده‌های فضایی چه کار میکنه؟ میره از عقب تا روزی که آفریدگار به وجود اومد. The Big Bang. گوش میدی؟ نشون میده که Big Bang چی بوده؟ از کجا شروع شده؟ عکس چیزی که عکس بیگ بنگ رو که ما داریم الان بذار مردم ببینن، اوکی؟ شما اون عکس رو الان بذارید اینجا، ما داریم نشون میدیم که چجوری شروع شده و میتونیم بیایم جلو از روز اول که شروع شده و امروز رو بذاریم شما همتون نگاه کنید که چی بوده چی نبوده و چجوری از اونجا به اینجا رسیدیم. 14.7 13 میلیارد 13.7 13.7 چیه؟ 13.7 میلیارد. منم گفتم 13.7. آره. چی گفتم؟ گفتی 14، اب نداره. واسه 1 میلیارد سال قابل. نه تازه آقای ویکتوری ما با تازه میلیارد سال پیش 13 رو کنار بگی 14. تازه با تلسکوپ جیمز وب تونستیم از 6 میلیون سال پیش عکس هم بگیریم ما الان. آه عکسشو داره. اگزکتلی. ما الان تلسکوپ گذاشتیم. تلسکوپ گذاشتیم تو آسمونمون در 1 میلیون سال فاصله با ما. 1 میلیون کیلومتر. ما تلسکوپشو درست کردیم. فرستادیمش تو آسمون. اینو گذاشتیمش در یک جایی که داره به زمان بیگ بنگ رو داره نگاه میکنه، از اون موقع داره عکساشو میگیره. چرا؟ چون نورهای اون موقع هنوز داره میاد به ما. آقای ویکتوری ببخشید ولی ما وقتمان تمام شد، حتی فرصت نشد دیگه من راجع به کتاب هام صحبت کنم. فقط دوستان عزیزی که مایلن این دو کتاب رو بگیرن، چون تعداد این کتاب ها دیگه به اندازه انگشتان دستم فکر نمی کنم دیگه مونده باشه، لطف کنید به شماره 818-451-5678 زنگ بزنید. این دو کتاب رو که $200 هم قیمت دو کتاب بوده سابق، که اگه الان میخواست باشه باید $500 میشد، از همین $200 هم آقای ویکتوری $80 روش تخفیف گذاشتن، $120 میتونین تهیه بکنین. ببینید مطالب که با این قیمت داری بله مطالبی که آقای ویکتوری عنوان کردن در این برنامه و در برنامه های قبل، همه اینها در کتاب مستند اوورده شده با عکس و تفصیلات و همه چی که میتونه برای شما بسیار مفید باشه. خیلی ممنون. این دو تا کتاب پدیده‌های فضایی و خدا دین علم است که این دو تا همه رو کاور میکنه. این مهمه. برای این من این دو تا رو با هم دیگه گذاشتم. بله. و این مهم هست برای خاطر اینکه شما وقتی که این کتاب رو هر کدومشه که بخونید، اولا هر کتابی هم به زبون فارسی میدونید بخونید، هم به زبون انگلیسی. بله در یک کتاب هر دو تاش هستش. امروز خیلی مهمه. امروز هم ما اسم برنامه ما از گفتگو با آقای ویکتوری، ولی انقدر من محو صحبت‌های آقای ویکتوری شدم که اصلا هیچ صحبتی هم خدا رو شکر ما نکردیم.
جسارتی نکردیم در محضر آقای ویکتوری و خیلی ممنون که بیننده این برنامه بودین. آقای ویکتوری ما همچنان با یوفا موندیم برای هفته آینده. هفته آینده من از تاریخ این براتون صحبت کنم. امروز بهتون گفتم که از زمان اول تا به حال سیزده ممیز هفت میلیارد سال پیش من اینو صحبت کردم. اینی که دفعه دیگه تاریخش رو براتون میگم. یک نقطه های خیلی شیرینه دیگه. هفته دیگه هست. آقای ویکتوری وقتمون تموم شد. اینا رو تو کتاب گذاشتم و بدونید بخونید. اینا رو هفته دیگه درباره اونا میخوام. خدایا رو نگهدارتون تا برنامه آینده. ممنون آقای ویکتوری. خداحافظ.